دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید کتاب خورشید تیسفون وقتی که بالاخره مهرنوش داخل کاخ شد زنوبی او را به اتاق خود راه نمایی کرده مورد محبت قرار داد همه زینتالات و جواهرات و البسه خیش را در اختیارش گذاشت تا خود را بیاراید اما مهرنوش امتنا کرده اظهار کرد که سادگی را بیشتر دوست دارد مریم که تا حدی نگران بود برای اینکه زنوبی را متوجه عهد و پیمانش نموده و این بار در حضور مهرنوش از او پیمان بگیرد گفت مهرنوش با تحوری شایان تحسین به من اعتماد کرد و قدم به کاخ نهاد زیرا زنوبی ابرو در هم کشیده سخن او را برید و جواب داد مرگم مطمئن باش احترام و شعون مهنوش از هر جهت رعایت می شود کسی را با او کاری نیست ولی او ناگزیر باید صحنه ملالنگیز مذاکرات طولانی امپراتور و پستوموس و پیشنهادت او را تحمل کند چون گمان می کنم این مجلس در تالار مخصوص تشکیل می گردد من هم نمیتوانم حضور پیدا کنم برای اینکه خاطر مهرنوش از هر حیث آسوده باشد به تو اجازه می دهم که همه جا مراقبش باشی مریم به شنیدن نام تالار مخصوص یکی خورد و گفت منظور از تالار مخصوص کدام یک از تالار هاست؟ زنوبی با تبسمی محزون جواب داد بزمگاه بار بارو حرارتی شدید مریم را در بر گرفته و در یک لحظه سر و غرق در عرق شد و قطرات عرق بر اثر آن حرارت بخار شده ابری غلیظ و حجابی تیره در مقابل دیدگانش ایجاد کرد زنوبی که متوجه او بود گفت مریم من همه مذاکرات محرمانه امپراتور و ادنات را شنیده و اطمینان دارم که مهرنوش را مانند من مورد احترام قرار می دهند. برای اون نگران نباش من از ظالک برو تیگران را از قول من احضار کن تا به او دستور دهم در اختیارت باشد و تو را در یکی از قرفه های مخفی و نزدیک مهرنوش جای دهد. مریم فهمید که امپراتور و ادناس برای مجازات پستوموس او را به تالار بزگاه میبرند و شاید تصمیم دارند که مهرنوش نیز در محاکمه و مجازات وی حاضر و ناظر باشد به این ترتیب اعاده حیثیت کرده به او ثابت کند که رومیان همه چون پستوموس نیستند مریم میخواست از زنوبی تقاضا کند که مهرنوش را از این مجلس معاف بدارد ولی نمیتوانست در حضور او سخنی بگوید زنوبی که افکار او را میخوان گفت فرزند پیش از آن که مجلس تشکیل شود و فرصت از دست برود برو تیگران را نزد من راه نمایی کن و از ای پیش آمده که نمیخواهم در این مورد مداخله کنم چون من در آن مجلس حاضر نمی شوم ضرری ندارد که تو مراقب مهنوش باشی مریم که احساس میکرد نمیتواند. نمی مانع اقدام امپراتور و ادناد شود از بیم آنکه مبادا وقت بگذرد به راه افتاد که برای احضار تیگران برود ولی زنوبی او را متوقف ساخت و سپس گفت بالا پوشی به دوش با نقاب چهره خود را بپوشان تا کسی تو را نشناسد مریم به عجله از میان البسه ی زنوبی بالا پوشی نقابدار برداشته و به سرعت خود را به در سری رسانده چونان که دیدیم تیگران را به حضور زنوبی آورد. زنوبی چند لحظه در چهره ی تیگران خیره شد. آنگاه به طرف مریم رفته سخنی در گوش او گفت و مریم بلافاصله از اتاق خارج شد. سپس زنوبی با تبسم متوجه تیگران شده و سپس گفت تیگران امپراتور با ادناد و این فرشته که در کنار من میبینی ساعتی در تالار بسگاه حضور خواهند یافت تیگران احساس کرد که قلبش از جا کنده شد زیرا از این سخن اندیشید که محکوم همان فرشته زیباس و همه گفتگو با باربارو در یک چشم به هم زدن از خاطرش گذشت خوشبختانه پیش از آن که فریاد از وحشت براورد زنوبی به سخن ادامه داد و گفت چون من نمیتوانم در تالار باشم لذا از مریم خواسته ام که در قرفه مخفی نزدیک به قرفه ای که مهرنوش در آن قرار میگیرد حاضر بوده مراقب وی باشد تیکران دهان گشود تا سخنی بگوید زنوبی با لطف و محبتی خاص انگشت خود را بر لب ملتهب و خشک او نهاد و سپس گفت ساکت باش تیکران اکنون چنان تحت تاثیر نگاه نوازش دهنده زنوبی بود که احساس میکرد حق با بار بارست. او هرگز قادر نخواهد بود حتی نظری آمیخته به تمنا به او افکند چه رسد به اینکه جسارت ورزیده دست به سویش دراز کند اما به خیالش میرسید از زنوبی بخواهد به جای آنکه مهرنوش را برای مجازات در کام ببر و پلنگ افکنند او را به دست وی و باربارو بسپارند تا آتش هوس خود را فرو نشانند رشته افکار تیگران گسیخت زیرا زنوبی در حالی که همچنان با شور و جذب دردیدگان دیدگان شعلور اومین گریست گفت تیگران مریم را میشناسی و میدانی که دختر خانده من است و مهرنوش نیز با او برای من فرقی ندارد آیا در خود آن جرأت را میبینی که دختران مرا به سلامت به من بازگردانی تیگران قرشی براورد در این موقع مریم وارد اتاق شد و به اشاره به زنوبی فهمان که دستورش را انجام داده زنوبی گفت تیگران البته نسبت به مهرنوش از طرف امپراتور و ادناد اساعی ادبی نمی شود ولی اگر چنانچه ضرورت ایجاب کرد ولو با فداکاری و جانبازی باید مریم و مهرنوش را حفظ کنی. تیگران متوجه شد که مهرنوش محکوم نیست. او هم فقط برای تماشای مجازات در تالار حاضر می شود لذا سرفرود آورد و جواب داد. امپراتوریس شاد باشد. تو خود میدانی که اجرای عوامر و انجام خاصی آرزوی من از آیا انتظاری داری جوابی بگویم زنوبی از التهاب تیگران و هیجان و لرزشی که در صدایش احساس می کرد متوجه بود که او با دل خود در جنگ و ستیز است زنوبی باربارو و تیگران را از خودشان بهتر می شناخ و احساساتشان را تشخیص داده و حتی میدانست که با همی که جرأت ندارند قدمی از رویای شیرین افکار خودش بیرون نهند. با یک چنین تشخیص که ناچار بود دو زن زیبا را به دست او بسپارد لازم می دانست آتش سوزانه وی را فرو نشاند به این جهت گفت تیگران امپراتور و ادنات از راه معمولی به تالار می روند در این صورت قبلا با تو کاری ندارند بیش از آن که برای انجام مقصود بروی در اتاق مجاور جام شراب بنوش ولی افراد نکن تا هوش و حواست به جا باشد تیگران که بیمیل نبود چند لحظه تنها مانده جامی شرابی بنوشد تا بتواند زمام نفس افسار گسیخته سرکش را به دست بگیرد با اشاره زنوبی از دری که بین دو اتاق بود گذشت. به قدری ملتهب و پریشان بود که صدای بسته شدن در اتاق را نشنید. نظری به اطراف افکن تا سبوی میرا پیدا کند ناگهان دو دست نرم از پشتش به گردنش حلقه شد. تیکران با وحشت و یک حرکت سریع به عقب برگشت آنچه که دید چنان هوس و در عین حال استراباور بود که فریادی کوتاه برآورده و صورت خود را با دو کف دست پوشانید تیکران دیده بر هم نهاد و آهی سرد از دل پردرد درد برآورد حرکتی شدید به خود داد تا از اقما به درایت زیرا او تصور میکرد در رویایی ترابنگیز قوتهور است و آن ی دلپذیر را در خواب میبیند پیش از آن که تیران متوجه شود که در خواب نیست و با حقیقتی روبرو دستی نرم به گردنش حلقه شده و او را به خود آورد تیران مثل اینکه به سائق دوچار شده باشد جستی زده به عقب رفت در حالی که سعی می کرد تسلیم حوض نشده برای تماشای زنوبی دیده باز نکند هر دو دست به جلو داده و با صدایی که در گلو می شکست گفت به من رحم کن از من دور شو خود را بپوشان بلکه پنهان کن بیم دارم که نتوانم بر اصاب خود مسلط شوم و بدن چون گل لطیفت را در پنجه خشن و زمخت خود رنج سازم زنوبی که به نظر می رسید از این رفتار غیر منتظر سخ متحیر است پس از چند لحظه تردید نظری به اطراف خود افگن مجددا به سوی تیگران پیش رفت و این بار او را در میان بازوان خود فشرد تیگران کوشش می کرد بدون آنکه صدم ای به اعضای بدن زنوبی برساند خارج شود و مرتبا با صدای خفه و شکسته در حالی که به شدت نفس میزد مرتبا میگفت به من رحم کن. تیگران مثل آبدی که در کنار معبود قرار دارد و جرأت نمی کند پیکر مقدس او را لمس نماید بی این که دست یا سر انگشت به تن زنوبی آشنا کند همچنان که سعیداش خود را نجات دهد گفت. مرا از این جسارت که با دیده یه به تو نگریستم ببخش تو امپراتوریس مقدس من هستی گمان می کردم اگر جرأت کرده دست به سویت دراز کنم از فرط شخ استخانهای لطیفت را در فشار سینه و بازوان خود در هم می و ازولات نن و لغزانت را با دندان پاره پاره قاهم کرد چند لحظه پیش به قدری در التهاب رویای خود می که می خواستم مریم را به جای تو در آغوش بکشم و آتش کشنده خود را تسکین دهم اما اینک در آستانه وصال رویای شیرین را به چشم می بینم من آنقدر وقیه و بی بودم که تو شراره هوس را در چشمانم خواندی و سزای من مرگ است دست های زنوبی از اطراف گردن تیگران جدا شد با ای آمیخته به حیرت قدمی از وی دورگشت در این موقع تیکران جسارت به خرج داده دیده گشود ناگهان صدای قهقه ای در آن اتاق تنی نفکند و پرده به یک سو و زنوبی دیگری با چهره متبسم قدم به داخل اتاق نهاد تیکران که احساس می کرد از این حوادث و سحنه مرموز دیوانه می شود چند بار مش بر سر و سینه خود کوفت تا اصابش را از خطر فلج نجات دهد زنوبی که با تعنی به طرف تیگران پیش می رفت با اشاره دست به آن زن امر به خروج داد وقتی که به مقابل و نزدیک تیگران مبهوت رسید گفت تیگران چرا نخواستی به آرزوی دیرینه خود جامعه عمل بپوشانی؟ آیا شهامت و شجاعت تو در عشق این بود؟ تیگران اکنون متوجه بود که آن زن زنوبی نبوده بلکه ندیمه ای است که به او شباهت دارد مثل آنکه از خطری بزرگ رسته آهی رضایتمندانه کشیده و بی اختیار زانو زد مانند سگی سر به پای او گذارده با گریه شوق گفت آه امپراتوریس مرا ببخش چرا در صدد برآمدی که بنده ای آرزومند جانبازی را در راه خود چنین شرمگین سازی تصدیق می کنم که در قلب سیاه من به وسال تو چون آتشی شعله ور زبانه می کشید اما زنوبی از این همیه عشق که به مقام ستایش و عبادت رسیده بود سعادت و نیکبختی را به حد کمال درک می کرد. زیرا به طوری که گفته ایم او طبعی مقرور داشت و بدون آنکه از حدود نزاکت خارج شود مایل بود همه مردان را گرفتار عشق خود ببیند از این جهت دستی از نوازش به سر و روی تیکران کشید و گفت تیگران در حالی که تو را در امواج خروشان هوس قوطه ور میدیدم نمیتوانستم دختران زیبا و تناز خود را به دستی مردی ملتهب بسپارم گذشته از اینکه خود احساس می کردم غریزه جنسی تو را آزار می دهد و اختیار از کفت رو بوده مرگم نیز این حالت را احساس کرده و به من گوش زد کرد. که نمیتواند به تو اعتماد داشته باشد لذا لازم دانست که جسم و جانت را از این شعله سوزان نجات دهم و به تو قدرت و نیرو دهم تا بتوانی بر نفس خود مسلط بوده و مرگم و مهنوش را کمک کنی تیران چون گناهکاری محکوم سر به زیر و سپس گفت امپراتوریس مطمئن باشد پس از اجرای امر او به دست خود این قلب کثیف و این دل سیاه آلوده را از قفس سینه بیرون میکشد و نزد حیوانات باربار بار و خواهم افکن زنوبی خم شد با دو پنجه لطیف با زبان ستبر تیگران را گرفت و گفت برخیز تیگران تو ثابت کردی که در عشق بینظیر و تغیان هوس قادر نیست بر تو غالب شود اکنون با اطمینان خاطر مریم و مهرنوش را به تو میسپارم زنوبی سر به جانب پرده گردان بلافاصله مریم و پس از او مهرنوش وارد شده در طرف این وی قرار گرفتن زنوبی ابتدا رو به مریم کرد و گفت فرزند آیا دیگر به او اعتماد داری؟ مریم که با دیده تحسین و اجاب به آن مرد قول پیکر مینگریست جواب داد آری اطمینان دارم که در اجرای امر تو حتی از جان خود میگذرد سپس زنوبی نظری محبت بار به مهنوش افکند و گفت دخترم امیدوارم رأی و عقیدت نسبت به رومیان تغییر کرده باشد رومیان در هوس بیپروا و در عیش و طرب بی محابا ولی در عشق پایدار و وفادارن به تیکران نزدیک شد دستش را در دست بگیر و او را نوازش کن مهرنوش ابتدا حرکتی کرد تا دستور زنوبی را انجام دهد ولی به زودی متوقف شد و با بحت و حیرت به زنوبی نگریست زیرا از این دستور چیزی نفهمیده بود و نمیدانست به چه مناسبت باید به او نزدیک شود و دستش را بگیرد زنوبی با لبخندی آمیخته به سرور گفت فرزند شیر یا پلنگ هر قدر را متربیت شده باشند مع از سالک سهمگین و وحشت انگیز به نظر می رسن. من هر وقت به سراغ بزگاه باربارو می روهم. البته با نظارت و حمایت او به حیواناتش نزدیک شده آنها را نوازش می کنم تا رابطه ی انس و الفتی بین ما به وجود آید به این جهت اطمینان دارم اگر روزی مرا در قفس یکی از آنان بیفکنن هر قطر هم که گرسنه باشن پنجه بر رویم باز نمی کنن. اینک به تو توصیه می کنم با تیگران به محبت و صفا الفت بگیری تا اگر اتفاقا ضرورت پیدا کرد از حمایتش استفاده کنی و بدون وحشت و استراب خود را به بازوان ستبرش افگنی مهرنوش که به دستور زنوبی با اطلاع از جریان ناظر صحنه عجیب لحظه ای قبل بود به شنیدن این سخن با جرأت و بی‌هراس دست به طرف تیگران برد و سپس گفت این قبیل مردان شرافتمند و اصیل در هر طبقه که باشند در خور تحسین و تکریمن و من هرگز از او بیمناک نیستم زیرا یقین دارم که جز تو نمی بیند تیگران خم شد و با ادب و احترام دست مهرنوش را بوسید قفلتا کنیزکی که به زنوبی شباهت داشت به شتاب وارد شد و سپس گفت ادنات برای ملاقات شما می آید زنوبی جواب داد او را به اتاق من راهنمایی کن پس از آنکه داخل شد در را ببند تا تیگران را هنگام خروج نبیند آنگاه به تیگران گفت آنها را از راه عادی و معمولی به بزمگاه می روند چنانچه قبلا نیز گفته ام تو باید مریم را در مجاورت قرفه ای که مهرنوش احیانا با امپراتور و ادنات جای می گیرن پنهان کنی. البته من هنوز نمیدانم چه حوادثی روی می دهد و اطمینان دارم که خطری متوجه مهر نوش نیست ولی چون مریم اصرار دارد که از مراقبت وی قفلت کنیم لذا از تو می خواهم که چشم و گوش خود را باز کنی و در صورتی که وقایع غیر مترقب ای رخ داد مریم و مهرنوش را به سلامت به من بازگردانی تیگران بار دیگر زانو زد تا پای زنوبی را ببوسد اما زنوبی که تحت تاثیر رفتار او قرار داشت برای اولین بار در همه آن بی اختیار صورت خود را پیش برد و سپس گفت تیگران با آنکه همیشه به تنازی و اشوگری سعی می کردم همه مردان را عاشق و دل باخته ی خود کنم تا کنون جز ادنات شوهرم کسی مرا نبوسیده پیش از آن که ازدواج کنم در حالی که دوبار نامزد داشتم مهازا لب آنها بگونه ام نرسیده تنها تو می توانی ادعا کنی که زنوبی را بوسیده ای و من با افتخار و شوق در حضور مرگم و مهرنوش تو را به این سعادت میرسانم. تیکران حرکتی کرد که به عقب برود. میخواست زانو بزند و به پا بوسی زنوبی مفتخر شود. اما زنوبی با هر دو دست صورتش را گرفته در حالی که با نگاه مخمور و مستی بخش به او می نگریست گفت. تیگران این پاداش توست و من در اولین فرصت ادنات را از ماجرا آگاه می کنم شتاب کن باید زودتر بروم تیگران فرصت نیاف آنچه را که در جستجویش بود ببیند زیرا زنوبی به سرعت روی گردانده و دست مهنوش را گرفته از او دور شد و به اتاق مجاور رفت مریم پرده در خروجی اتاق را به یک سوزد نظری به دهلیز افکن چون کسی در راه رو نبود به تیگران اشاره کرد که برود تیگران نفهمید چگونه آن راه را طی کرد وقتی وارد قفس خود شد وقتی که بالاخره خود را در فضای تاریک و محبوس سریدید دید به سبوی می حمله ور شده و بنوشیدن پرداخت روی هم رفته از آن حادثه راضی و خرسند بود و به خصوص توضیحات زنوبی درباره نزدیک شدن به حیوانات وحشی در گوشش تنی نفکن بود تیران به خود میبالید و شادمان بود از اینکه دخترانی مانند مهرنوش و مریم به وی اعتماد داشته و جرأت میکنند که خود را به او بسپارند تیران که از حرکت می اندکی سرمز شده بود دندانها را به هم بفشرد انگشتان زمخت و متشنج خود را در مقابل چشم به حرکت درآورد با قرشی شبیه به قرش ببر خطاب به دندانها و انگشتان گفت مواظب باشید به هوای نفس و هوس دل تسلیم نشده دختران زنوبی را جز به حمایت و ادب لمس نکنید صدای برخورد چکش با صفحه فلزی رشته افکار و سخنانش را گسیخت با یک خیز در داخل مجسمه قرار گرفت و به شناختن مریم در سری را گشود مریم که دیگر وحشتی از تیگران نداشت بیپروا به داخل آن فضا جسته و سپس گفت تیکران آنها به بزگاه رفته تو باید قبلا رفته و ببینی مهرنوش را در کدام قرفه جای دادند و چه کسی نزد اوستا مرا به قرفه پنهانی مجاور آن راه نمایی کنی تیکران یک بار دیگر را به لب برد و جرعه نوشید سپس دشن ای دودم و بلند به کمر بست و چهار زوبین آهنین کوتاه ولی سنگین نکتیز را در پشت خود در هماگل چرمی طوری جای داد که هنگام ضرورت با یک حرکت بتواند مورد استفاده قرار دهد. سپس حلقه ای را که چند کلید کوچک و بزرگ به آن آویخته بودند در کنار دشنه به کمر آویخت. آنگاه دست به طرف مریم پیش برد و سپس گفت بیا برویم زیرا ما میتوانیم از محلی اطمینان بخش و مناسب وضع تالار را دیده و برای اختفاع تو اقدام کنیم و ضرورت ندارد که من قبلا بزمگارا بازدید کنم مریم بدون تردید و درنگ دست در دست تیگران نهاده با او در تاریکی خوفانگیز راهروهای پرپیچ خم به راه افتاد وقتی که زنوبی با مهرنوش داخل اتاق شدن ادناد که میخواست لحظه ای چند با زنوبی در خلوت سخن بگوید به مشاهده مهرنوش حرکتی از روی بیصبری و عدم رضایت کرد چون فرصت زیادی نداشت ناگزیر در صدد برآمد به بهانه این مهرنوش را از آنجا دور کند به این واسطه نگاهی به اطراف افگند و گفت زنوبی من آمده ام از طرف امپراتور تو و مهرنوش را دعوت کنم که در مذاکره نهایی با پستوموس شرکت کنید اینک دستور بده مریم با مهرنوش کمک کرده او را آماده چنین مجلسی کند زنوبی به خوبی متوجه بود که ادنات میخواهد با او مهرمان صحبت کند حتی احساس کرد که میل دارد وی را از نظر امپراتور درباره پستوموس آگاه سازد اگرچه بیاندازه متاثر بود اما برای اینکه مبادا باب میان آمدن سخن از پستوموس نتواند بر اصاب خود تسلط داشته مخالفت کند همانطور که دست مهرنوش را در دستش به ادنات نزدیک شد دست مهرنوش را به سوی ادنات پیش برد و گفت ادنات من ناچار باید به پذیرایی و سرگرم کردن میهمانان مشغول باشم البته نتیجه این مذاکرات را تو یا مهرنوش برای من شهر خواهید داد و اینک مهرنوش را به تو می سپارم من نسبت به او احساساتی محبت آمیز و عمیق ندارم ولی به مرگم قول داده ام که جز با ادب و احترام با او رفتاری نشود ادنات با بهت و نگرانی دست مهرنوش را گرفت و گفت سنوبی مطمئن باش همیگه ما قول تو را محترم می شماریم به علاوه خود آنقدر ادب داریم پاس احترام فرشت ایراک شخصیت عالی و نسبی بزرگ دارد نگاه داریم اگرچه ما با ایرانیان در جنگ و ستیز هستیم ولی این دلیل نمی که نسبت به فرزند سپهدار ایران بی احترامی روا کنیم. او خود در این ملاقات تصدیق خواهد کرد که امپراتور تا چه اندازه شعون خود را رعایت می کند. اما من می خواستم که تو هم در این مجلس حضور داشته باشی چنانچه به من فرصت دهی علت آن را برایت شرح دهم. زنوبه چهره در هم کشید و جواب داد. ادنات امپراتور اصرار داشت که مقاصد و افکار خود را از من پوشیده دارد لذا من هم کوشش می کنم که مزاحم شما نباشم و شما را در تصمیمات خود آزاد و آسوده بگذارم ادنات که نمیخواست سریحا در حضور مهرنوش بگوید که لازم است محرمانه در این مورد سخن بگوید نظری ملامت بار به زنوبی افکند و گفت سنوبی بی جهت امپراتور را متهم می کنی او نسبت به تو نظری شایان توجه و تحسین دارد میخواست ابتدا با من درباره افکار خود مشورت کرده سپس تو را مطلع سازد چون این مجلس در بزگاه تشکیل میگردد لذا ضروری است که ادنات این کلمات را خیلی سنگین و با تعنی ادا میکرد زیرا مطمئن بود به شنیدن نام بزمگاه زنوبی یک خورده و به عجله و شتاب برای فهمیدن مقصود و منظور امپراتور مهرنوش را از آنجا دور می کند. به این واسطه وقتی که دید زنوبی هیچ گونه از خود بروز ندارد سخن خیش را قطع کرد. زنوبی با تبسمی حزن آلود گفت. ادنات از اینکه به شخصیت من احترام میگذاری و میخواهی مرا از تصمیمات خودتان مطلع کنی از تو سپاس گذارم ولی میل ندارم در سرنوشت پست و مست خالت کنم ضمنا به تو میگویم که با این اقدامات عجولانه موافق نیستم و به همین جهت نیست کنار گیری می کنم اینک بروید بهتران است مهنوش را در اموری که مربوط به اونی زیاد مداخله ندهید ادنا چون به خوبی از خلق و خوی زنوبی اطلاع داشت فهمید که او کاملا از مقصودشان آگاه است برای آنکه ادامه صحبت موجب گردد که او علل مخالفت خود را توضیح داده و در نتیجه تردید و نگرانی در اجرای تصمیمات آنها که دیگر قابل تغییر نبوده ایجاد کند دست زنوبی را گرفته به لب برد و با کمال ادب بوسید و سپس گفت زنوبی حق با تو شایسته نیست که قلب نازنین و رعوف و عواطف لطیف تو را جریه دار کنم اما بدان که این تصمیم ضروری بود و من زنوبی سخنش را برید و جواب داد آری ادنات شاید من هم به علت تشخیص ضروری بودن تصمیمات شما سعی کردم خود را به عدم مداخله راضی کنم لطفا امپراتور را منتظر نگذار ادنات کمی خود را کنار کشید و در حالی که به طرف درب اشاره می کرد به مهنوش تکلیف نمود که پیش برود. مهنوش از سخنانی که بین آن دو رد و بدل شد کمی مسترب شد. به خصوص اظهارات زنوبی که سریحا گفت نمی خواهد در سرنوشت پست و مستخالت کند و ایران متوحش ساخت. وی استنباد کرد که حوادثی خوفانگیز در پس پرده این مجلس وجود دارد. اصرار مرگم در مراقبت و حمایت او و قضیه تیگران تایید می نمود که آن مجلس به سادگی و بی خطر برگزار نمی شود لذا پیش از آن که حرکت کند گفت در صورتی که امپراتوریس زیبا و مهربان و مختدر مایل نیست در سرنوشت پست و مستقالت کند آیا ضرورت دارد که من در این مجلس شرکت کنم و وانگهی از سخنان شما چنین برمی آید که ادنات از اینکه مذاکراتشان در حضور مهرنوش موجب توهم و بیداری او گردیده و احساس کرده است که مجلس مزبور گذشته از مشاوره جنبه دیگری هم دارد مسترب شده و با نگاه شماتتامیز به زنوبی می نگریست و منتظر بود که زنوبی مهرنوش را متقاعد و آرام کند زنوبی با توجه به این نگاه سخن مهرنوش را برید و جواب داد مهرنوش تو خود شنیدی که من در کمال صداقت احساسات خود را شهر دادم گفتم نسبت به تو عواطفی عمیق ندارم اما علاقه مندم که احترامت محفوظ بماند با این ترتیب و آنچه را که قبلا دیده و شنیده این نگرانی تو بیمورد است مگر آنکه برخلاف تصور و تشخیص ما باطنن پست و پستوموس را دوست داشته باشی این جواب به جای آنکه مهرنوش را آرام کند بیشتر به هیجان درآورد زیرا دیگر به خوبی استنباط می کرد کاسه ای زیر نیم کاسه ایست به خصوص که میدانست امپراتور و ادنات از خیانت های پستوموس آگاه هستند ولی توضیح حسنوبی درباره عشق وی نسبت به پستوموس او را شرمگین می ساخت و سپس گفت زنوبی مادر من نیز زنی به سنین عمر توس و در زیبایی و سراحت لحجه و صفای قلب نیز از تو کمتر نیست باور کن به اینکه عواطفی عمیق نسبت به من نداری من تو را بیش از مادر خود مورد محبت و احترام خود احساس می کنم به این جهت نمی توانم به هیچ عنوان جز به راستی سخن بگویم تا مدتی از پستوموس آنچنان نفرت داشتم که برای آسوده بودن از دیدار وی به مرگ خود راضی بودم اندکندک ادب اندک و نزاکتی که از طرف وی رعایت می این نفرت را از من دور ساخت و رفتار ناپسندش را به دیده اغماز نگریستم ولی میل ندارم به خاطر من زنوبی بار دیگر در سخنش دوید و گفت فرزند من هم اینک به خود حق می دهم ده تو را فرزند خود خطاب کنم شایسته نیست امپراتور را منتظر بگذارید اگرچه آنها مرا از تصمیمات خود بیخبر گذاشتند، اما من خود اطلاع یافتم برای اینکه که بدها نگویی تو را قافل گیر کرده به دام افکندن ناگزیر این چند کلمه را برایت بیان می کنم همانطور که پستوموس قصد داشته و دارد از وجود تو جهت اجرای مقصود خود استفاده کند و شاهد عشق و مقام را در آغوش بگیرد امپراتور هم اندیشیده است که با رعایت منتهای احترام از وجود تو استفاده کند و این مجلس به همین منظور محرمانه تشکیل می گردد. امیدوارم صبر و شکیبایی پیش گرفته و خود راهی به آنها نشان دهی که عاقلانه تر و به مقصود طرفین نزدیک تر باشد پس از این سخن برای اینکه گفتگو پایان یابد زروبی با تبسمی اطمینان بخش به مهرنوش تواضع کرده به طرف اتاق مجاور رفت ادنا دست مهرنوش را فشرد و گفت فرزن در هر حال تو فرشته صلح و صفا خواهی بود مسلم است یک چون این فرشته را هرگز مورد اذیت و آزار و یا بی احترامی قرار نمی دهند و هرچه باشد ما بهتر از پست و میتوانیم از تو پذیرایی کنیم چون ادنات همچنان که دست مهرنوش را در دستش به راه افتاده بود و مهرنوش نیز ناگزیر از او مطابقت کرد با آنکه فوقالعاده نگران بود و استراب داشت چون احساس میکرد که امپراتور میخواهد او را به عنوان گروگان نگاه داشته و واسطه پیروزی خود را قرار دهد با لحنی محکم گفت ادنات متاسفم از اینکه اشتباه میکنید ایرانیان نجیب و متاسب هرگز صلاح مردم و میهن عزیز خود را فدای احساسات نمی نماین. ادنات که میل نداشت در این زمینه گفته گو کند و در حقیقت از افشای مطلب به طور کنایه از طرف سنوبی خشمگین بود برای اینکه ذهن مرنوش را از این قضیه معطوف بدارد با قهقه ای کوتا خندید و گفت فرزن تو در افکار خود دچار اشتباه شده ای چند لحظه دیگر خواهی فهمید که امپراتور تا چه اندازه احترام فرزند سپهدار ایران و شعون رومیان را رعایت می کند. ادنات به سرعت حرکت می کرد تا دیگر مهنوش فرصتی برای سخن گفتن نداشته باشد. وقتی که به راه رای متصل به بزمگاه رسیدن امپراتور دست به شانه یه پست و مسکوزارده دوستانه و محبت آمیز با وی صحبت می کرد. چهره امپراتور چنان بشاش و بانشاد جلوه می کرد که مهنوش به کلی نگرانی و تشویش را از یاد برد و می که آنها می خواهند با مشورت وی راهی برای استفاده از وجود او پیدا کنند. به این جهت خود را آماده نمود تا با متانت و شهامت در مقابلشان مقاومت کند امپراتور به مشاهده مهرنوش و ادنات متوجه آنها شد و برای اولین بار بی اختیار نظری هوسالود به اندام مهرنوش افگن این نگاه آمیخته به هوس را ادنات و مهرنوش به خوبی احساس کردند و مهرنوش که بار دیگر نگران شده بود به بازوی ادنات تکیه داد امپراتور به زودی بر احساسات خود مسلط شد و برای اینکه نگذارد استنباط مهرنوش عمیق شود گفت ادنات پس سنوبی کجاست چرا همراه شما دیده نمی شود ادنات جواب داد زنوبی ناگزیر به پذیرایی از میهمانان اشتغال دارد و از حضور در این مجلس عذر خواسته و چون همگی در انتظار امپراتوران بهتران از زودتر کار خود را پایان داده و برویم امپراتور باطنا التهاب و هیجانی بسیار داشت زیرا گذشته از اینکه درباره پستاموس مجازاتی هولای ترتیب داده و اکنون میرفت او را مجازات کند بدون آنکه ادنات متوجه باشد افکاری انگیز برای تسکین هوس اهریمنی خود در سر میپخت با این حال میکوشید تا اثری از استراب بر چهره اش مشهود نباشد زیرا به خوبی میدانست که اینک مهرنوش تحت حمایت زنوبی قرار دارد و اثنات ولو به قیمت جان خود اوامر همسرش را اطاعت می کند. به این واسطه روی از آن دو گردانده ضمن اینکه به طرف انتهای دهلیز میرفت می گفت آری ادنات هرچه زودتر باید نزد رومیان شجا برویم و آنها را از انتظار خارج کنیم خوشبختانه مذاکره و مشاوره ما زیاد به طول نمی انجامد. که میدید امپراتور میخواهد خواهد داخل بزمگاه شود پیش افتاد و درب سری را گشود. گفتیم آنها از راه عادی و معمولی به بزمگاه می رفتن ما از این راه در سری داشت. دنیای کتاب صوتی